با پادکست خبری از خبر 24 در خدمت شما هستیم. برگزاری رویداد هفت شهر جشنواره وب و موبایل ایران در شهر شیراز. جشنواره وب و موبایل با شعار ایران فقط تهران نیست 19 دی ماه در ایستگاه شیراز توقف یک روزه خواهد داشت و قرار است به بررسی مشکلات اکوسیستم استان فارس بپردازد. جشنواره وب و موبایل ایران در اولین سال برگزاری استانی خود پس از اصفهان، مشهد، رشت، قزوین، یزد و بابلسر این بار در شیراز برگزار خواهد شد. ستاد برگزاری جشنواره وب و موبایل ایران در رابطه با بخش استانی این رویداد گفته است: ما در جشنواره وب و موبایل ایران اعتقاد داریم که ایران فقط تهران نیست و استعدادها و منابع بسیاری در سایر نقاط ایران در حال شکوفایی هستند که ما نیز می توانیم سهمی در رشد آنها داشته باشیم. از این رو در این رویدادها با دعوت از برترین های حوزه وب و موبایل، صاحبان کسب و کارهای موفق در تهران و نیز زیست بوم منطقه در راستای انتقال تجربه ها و اشتراک گذاری آنها با علاقمندان حوزه وب و موبایل در استانهای مختلف و نیز تسهیل شبکه سازی و ارتباط با افراد این حوزه قدم برداشته ایم. کریستینا کاچ رکورد حضور زنان فضانورد را در فضا شکست. کریستینا کاچ فضانورد ناسا به تازگی رکورد حضور در فضا توسط زنان را شکست. او از زمان رسیدن به ایستگاه فضایی بین المللی 289 روز است که در فضا به سر می‌برد. این رکورد در گذشته به پگی ویتسون فضانورد بازنشسته ناسا تعلق داشت که بین سال‌های 2002 تا 2017 چندین مرتبه به این ایستگاه آمد. این فضانورد در طول مدت حضورش در این ایستگاه در آزمایشات علمی شرکت داشته و به انتقال یک سری تجربیات تحقیقاتی نیز کمک کرده است. وی همچنین به عنوان بخشی از اولین پیاده‌روی فضایی زنان به تعمیر بخش‌های از این ایستگاه فضایی نیز پرداخته است. تولید 1.5 میلیون خودروی الکتریکی فولکس واگن تا سال 2025. فولکس واگن که این روزها به دنبال احیای اعتبار از دست رفته خود در پی رسوایی آلایندگی خودروهای این شرکت است، رسما اعلام کرده که قصد دارد تا سال 2025 چیزی حدود 1.5 میلیون خودروی الکتریکی را روانه خیابان‌ها کند. اخیراً فولکس واگن به سرمایه‌گذاری در حوزه خودروهای الکتریکی روی آورده و چندین مدل را نیز معرفی کرده است. حال به نظر می‌رسد که تصمیم این شرکت جدی‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود و تمامی قوای خود را برای حضور قدرتمند در این بازار نوظهور بسیج کرده است.